و حال موضوعی که رویان بحث می داشته باشیم در رابطه به نشست مسکو و انقره در باره صلح افغانستان قرار است در ماه جاری دو گردهمایی مهم در باره صلح افغانستان برگزار شود. در این مورد بیشتر صحبت می داشته باشیم با آقای دکتر صمیم شمسی آگاه امور سیاسی. آقای شمسی سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدید به برنامه. آقای شمسی نظر شما را هم در رابطه به نقش مسکو و انقره و نشست این کشور که برگزار میکنن در رابطه با پروسه سال چگونه ارزیابی میکنین؟ چقدر میتونه که نشست از اینها تاثیرات مثبت در قسمت آمدن سال در افغانستان داشته باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر از شما و سلام حضور شما، علیکم سلام، بینندای تلویزیون آریانا نیوز و همکاران معزز تکنیکی شما. طوری که شما در جریان هستین که متاسفانه سال در افغانستان، بحث سال و بحث جنگ در افغانستان ریشه های بیرونی داره و ریشه های استخباراتی منطقه داره. من فکر می کنم که تا زمانی که یک اجماع ملی و عمیتو که یک اجماع کلان منطقوی با وجود و ایجاد نشوه، طوری که در خلال یک سال ما به هیچ گونه نتیجه مثبت از مبحث سوال و گفتمان بین الافغانی نگرفتیم، بعد از این هم نمیدید. اگر گرد همایی در انقره و در مسکو باعث از این شبه که تمام مردم افغانستان، رهبران سیاسی، جهادی و علما، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، تمام شخصیت ها، جوانان، زنان متحد بر این باشد در این مورد و از طرف دیگر کشورهای همسایه مثل ایران، پاکستان، روسیه، چین، هند و خود ترکیه که یکی از کشورهای اسلامی است و از کشورهای معتبر اسلامی هست، اینا میتونن که یک راه گشای به خاطر مسائل صلح در افغانستان پیدا بود. ولی بحث عمده در چی است؟ بحث عمده در اینجا است تا زمانی که بحث اجماع منطقوی به صورت مکمل و یک تفاهم، یعنی اجماع منطقوی به این معنا است که منطقه به خاطر آوردن صلح در افغانستان به یک تفاهم کلی و همه جانبه دست پیدا بود. یعنی تا حال دست پیدا نکردن کشورهای منطقه به خاطر آمدن صلح در افغانستان به یک اجماع نرسیدن؟ نه، متاسفانه نه تنها ما به یک اجماع ملی نرسیدیم، همه تو ما به یک اجماع منطقوی نرسیدیم، همه تو در بخش یک اجماع جهانی ما نرسیدیم. 42 سال جنگ در افغانستان و قربانی گرفتن از میلیون ها انسان افغانی و میلیون ها مهاجر و میلیون ها معیوب، من فکر نمی کنم که ای به ایتو یک سادگی و به ایتو یک آسانی صلح دوامدار و پایدار به دست بیاید. ایتو میشه که اول ما در افغانستان متحد شویم، منسجم شویم، اما تو که گفتم که تمام جریان ها با هم منسجم باشه و منطقه به این نتیجه برسه که دیگر جنگ در افغانستان و منافع منطقه نیست. دیگر جنگ در افغانستان نه تنها منفعت برای منطقه نمی رسانه، منفعت برای جهان نمی رسانه، بلکه انوز ضرر می رسانه و بیشتر اینا آسیب می بینه. زمانی که اینی تفاهم با وجود آمد، یعنی آقای شمسی به کدام دلیل تا حال ما نتانستیم به یک اجماع منطقه‌ای برسیم؟ چنانچه دیده میشه هر کشور منطقه از قسمت پروسه صلح حمایت کرده و گفته که ما از این پروسه حمایت میکنیم و حمایت خود را نشان دادن. به کدام دلیل ما گفته میتونیم که کشورهای منطقه به خاطر آمدن صلح در افغانستان تا حال نتانستن که به یک اجماع برسند؟ دلیل عمده را شما میفهمین که متاسفانه حکومت افغانستان ضعیف بوده، حکومت افغانستان ناتوان بوده و شما میبینین که اینمی همکاران سیاسی خود و همپیمانان سیاسی خود حکومت افغانستان در اوایل حکومت در حاشیه راندن و بیرون کردن. تمام از اینا نقش‌های کلیدی و نقش‌های منتقوی داشتن. در همین روزهای اخیر اگر شما در جریان باشین که حکومت فشار دولت انتقالی یا موقت داره، دوباره به امو کسانی که چند روز قبل اینا را دشمن میپنداشتن و امو کسانی را که این دوسیه سازی میکردن و برشان بارها اینا را توهین و تحقیر میکردن و ماهای متمادی و متداوم اینا را ملاقات نمیکردن، شما بغلکشی های
کشدار و ادامدار و اینا این دیدن. متاسفانه هیچ کس در افغانستان به خاطر عزت افغانستان، اقتدار افغانستان، شرافت افغانستان حرکات را انجام نمیده. اگر اینا حرکاتشان ملی می بودن، سیاستشان ملی می بودن، سیاستشان قانونی می بودن، اینقدر طالب بصری وقت رشد نمی کرد و امروز طالب با اینقدر قدرت علیه از اینا مواجه نمی شد. اینمی ناکاری تمام با پاسخ شما باشد که در این مورد گفتین اجماع منطقه‌ای به وجود آمده. اینمی تو یک حالت اگر اینا می داشتن امروز ما دچار مشکل نبودیم. سیاست خارجی ما به حد ضعیف هست که هیچ گونه دستاورده در خلال یک سالی که ما مطمئن بودیم که یه آدم یک کمی کار کشته است، ولی بعد از همه ما شما فهمیدیم یک کسی که سابقه دیپلماسی نداشته بوده باشد، سابقه امنیتی و استخباراتی داشته باشد، دیدم ما بیاریم به وزارت خارجه گزینش کنیم، طبعا بیشتر از این انتظار نمیره و بیشتر از این توقع نمیره. بنابراین ناکامی حکومت افغانستان در مورد مسائل امنیتی ناکام، در مورد اجماع افغانی یا اجماع ملی ناکام، در مورد اجماع منطقوی ناکام، در مورد سیاست جهانی ناکام، تمام اینمی ناکامی ها دست به دست هم داده که امروز عنقریب دولت در پرتگاه سقوط قرار داره. حالی تلاش ها و شما نامه آقای شمسی با توجه به مشکلاتی که شما یادآوری کردین، این که تا حال یک اجماع ملی منطقوی و به وجود نیامده و مشکلات هم حکومت ناکام گفتین و کارهایی که باید این زمینه انجام میشد در قسمت پروسه سال انجام میده حکومت انجام نداده، انقره تا 16 روز دیگر میزبان نشست صلح افغانستان است. به نظر شما حال حکومت ترکیه که علاقمندی نشان داده که میانجی باشه، نقش میانجی را بازی کنه، فکر میکنین که تاثیرات مثبت داشته باشه با توجه به مشکلاتی که شما یادآوری کردین؟ طبعا ببینین، یک بخش صلح، بخش مسائل اینمی موارد را که مرز کردم که اجماع منطقوی، اجماع ملی و اجماع جهانی است. یک بخش دیگه از این به اثر فشارهای بیرونی و به اثر فشارهای خارجی به وجود میاد. به طور نمونه اگر طالبان کشورهایی که حمایت میکنه همشان جواب رد بده و بگوید که اگر تو به صلح و مذاکره به اینمی حاضر نشوی، ما تمام کمک های مادی اقتصادی و تسلیحاتی خود بالای شما قطع. همین تو حکومت افغانستان اینا باز زود نزدیک میشن، سریع نزدیک میشن. همین همه ما و شما میفهمیم که جنگ طالب در برابر نیروهای دفاعی افغانستان ای بر اساس بدون حمایت خارجی و بدون حمایت بیرونی امکان پذیر نیست که بتانن قطعات و جزوتام های قوی افغانستان و نیروهای دفاعی کلشان تمرینات نظامی دارن به شکست مواجه بسازن و در اکثر جاها شما میبینید که تلفات متاسفانه نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان بیشتر از طالبان است. این نشان دهنده از این است که اینا مشاورین بیرونی دارن، استخبارات بیرونی دارن، به اونمو پیمانه کشورهای بیرونی اینا را کمک مالی و تسلیحاتی و اقتصادی میکنن. اینی دلیل شده میتونه که انقره با دوستان جهانی خود، مثلا با عربستان سعودی و کشورهای دیگه که پاکستان در جنگ و صلح افغانستان نقش داره، فشار وارد بکنه و خود افغان ها هم به یک نتیجه مثبت، به یک اجماع دست پیدا بکنن، بالاخره ما و شما میتونیم به یک صلح پایدار یا حداقل آتش بس نسبی که برعکس ما 6 ماه یک سال به وجود بیاید که بعد از آتش بس ما روی چگونگی و نویتی که چی رقم یک صلح بیاریم بحث بکنیم، این بسیار به نفع و خیر و صلاح من. درست آقای شمسی، چرا کشور ترکیه و همچنان مسکو علاقمندی نشان دادن که از این پروسه را میزبانی میکنن ادامه نشست دوحه را؟ دلیل علاقمندیشان در چی هست؟ چرا در همین نشست در دوحه ادامه پیدا نکرد؟ خب شما دیدین که دوحه تقریبا یک کشور طرفدار و یا یک کشوری که کاملا از منافع طالبان حمایت میکنه و اولین دفتری که از طالبان بازگشایی شد در دوحه بود، در قطر بود. این گپ بد نیست که اگر ترکیه میزبانی موضوع میباشه یا پاکستان میباشه یا ایران میباشه یا روسیه میباشه، حداقل بحث عمده اینجاست که چقدر افغانان با هم متحد هستند و منسجم هستند،
چقدر طالبان انعطاف پذیری میکنه و چقدر حکومت افغانستان از موقف خود به حساب تنزل میکنه و بعض موارد تحمل میکنه که بعد از او باز اینا بتانند که بر اساس آجندا و مسائل صلح تفاهم بکنند. اگر در صلح و مذاکره یک مقدار قربانی دادن و از دست دادن بعض موارد نباشه و یک مقدار تحمل و تنزل در بس و موارد نباشه، من فکر نمی کنم که اگر در انقره هم دایر شود، در مسکو هم دایر شود، در دوحه هم دایر شود، در هر جای دایر شود، تا گذشت نباشه و صلح به وجود نمیاد. یک بحث گذشت است، یک بحث اتحاد و انسجام و اجماع مردم افغانستان است، یک بحث حمایت بیرونی و خارجی هست، یک بحث جهانی است. اینا تمام اینمی 3-4 موارد دست به دست هم بته، اگر از هر طرفی اینمی اندک اندک بالای از اینا توجه شود، ما و شما میتونیم به یک سال دست پیدا بکنیم. و اگر از ایسو ما اجماع نداشته باشیم، از ایسو ما انعطاف پذیری نکنیم، از این طرف ما تحمل و تنزل نداشته باشیم و از طرف با منطقه به یک تفاهم نرسیده باشیم، جامعه جهانی هم متوجه موضوع نباشد، همانی نتایج از اگر در قرم دایر میشه، در مسکو هم دایر میشه، پیامد مثبت در پی نمیاد. درست. آقای شمسی، نظرتون در قسمت طرح تازه آمریکا و نامه وزیر خارجه آمریکا به افغانستان می داشته باشیم که در این نامه از حکومت مشارکتی یادآوری شده، به نظر شما عملی این نامه یا این طرح آمریکا میتونه راه حل و پایان جنگ در افغانستان باشه؟ اگرچه شما مقاله های مرا که از طریق صفحه ما پخش میکنم، نوشته هایی را در این مورد میندازم، طبعا شاید شما در فیسبوک هستیم مطالعه کرده باشین و شهروندان افغانستان، به صورت مجموع من شخصا طرفدار یک حکومتی که سیستم افغانستان، یعنی به صورت مجموع اردوی افغانستان، پلیس افغانستان، دستاوردهای افغانستان و این همی آزادی هایی که حال فعلا ما تو صحبت میکنیم، گپ میزنیم، اعتراض میکنیم، انتقاد میکنیم، تمام از اینا اگر زیر پرسش میره یا به نابودی از اینا تمام میشه، این تو یک حکومت اگر میایی به نام شهر نامی که ما میمانیم، من فکر میکنیم به خیر و صلاح مردم افغانستان نیست. 20 سال است ما و شما قربانی دادیم در 20 سال. البته گپای من به حمایت از نظام است، نه به حمایت از حکومت غنی و دار و دسته غنی. اینا 20 سال است که ما و شما قربانی دادیم. تنها در 6 ماه اخیر یا در 1 سال اخیر ما و شما چند هزار انسان بیگناه را شهید شده و از دست دادیم. من فکر میکنم که خونبهای از اینا ایتو نشوه که هم قربانی داده شوه، هم شهید داده شوه، هم ملیون ها مهاجر و باز هم افغانستان از هم بپاشه و یک نظام دیگه بیایه و باز سر از این گپ داده شوه، باز دایر شوه و باز قانون اساسی ساخته شوه، من فکر میکنم ما را 20 سال یا 30 سال دوباره به عقب میبره. ها اگر ایتو یک چیزی که دستاورد ها به حالت خود واقعی بمانه و حکومت افغانستان جمع طالب روی تعدیل بعض موادات قانون اساسی و سایر موارد به یک نتیجه برسه، اگر ایتو یک حکومتی میایه یک انتخابات فراگیر و اما شمول که این به اثر آتش بس به وجود میایه تفاهم کرده بتانه، یا انتخابات افغانستان از دو تنگام به سال دو سال سه سال ایده تعجل بته که این هم باز بستگی به اداره که اول آتش بس شود، اول یک تفاهم روی از این موضوع شود، در ایش ما کنم بحث نداره. اگر این حکومت باعث یعنی آقای شمسی شما میگین که تکرار دوباره حکومت موقتی رای حل نیست و شاید دوباره ما را برگرداند به امو جنگ های داخلی آنچنان که در دوران آقای نجیب بود؟ بله طبعا نگرانی من، نگرانی جامعه افغانستان و نگرانی شما خانم ها و نگرانی فعالین حقوق بشری، آزادی، همین صدها موارده که ده ها موارده که ما و شما داریم، من ایده میگم که اگر حکومت انتقالی ایده خمی یک حکومت یا حکومت عبوری ایده یک حکومت میایه که تمام اینمی گپا از بین ما از سر شروع بکنیم، این یک کار بی‌معناست، یک کار بی‌مفهوم است، یک کار است که پیامد مثبت در پی ندارد. اگر این حکومت به خاطر این میایه که آتش بس شوه و اهتمامات انتخابات گرفته شوه و بعد از انتخابات اصولی و قانونی شوه 15-20 میلیون انسان در انتخابات شرکت بکنه،
باز حکومت می باز او وقت روی تعدیل قانون اساسی، روی ایجاد اداره امر به معروف از نهی به منکر یا روی بعض آقای سمیم، حالا مشکلاتی که وجود دارد، طالبان البته حکومت نظام قبول ندارن و انتخابات قبول ندارن و همچنان حکومت افغانستان حکومت موقت طرح که آمریکا هم آقای خلیزاد پیشنهاد کردن نپذیرفته، بالاخره چی خواهد شد؟ مشکلاتی که اینجا وجود داره، هم طالب مخالف هست و هم حکومت افغانستان، بالاخره چی خواهد شد؟ یک نکته را شما متوجه باشین و شنونده و بنده محترم هم بفهمن که ما و شما در این حد نیستیم که افغانستان که علیه تمام جهان و تصمیم گیری های جهان یا ایالات متحده آمریکا یا کشورهای منطقه به صورت مجموع مقاطعه بکنیم و بگوییم که ما هیچ طرحی را و هیچ برنامه‌ای که تا به خیر و صلاح ما باشه هم قبول نداریم. من این را میگم که اگر ایالات متحده آمریکا، جمع همکاران بین‌المللی، اتحادیه اروپا، ناتو و جهان به این نتیجه برسد و تفاهم کلی یا اجماع جهانی به این شود که به یک نحوی از آنها یک نظام یک حکومتی را به هر نامی که بیاره و یک انتخابات زود هنگام را دایر بکنه، هیچ کسی رای ای گپه گرفته نمیتانه و هم طالب تمکین میکنه و قبول میکنه و هم حکومت افغانستان. چه بهتری است که از طریق رای قانونی و اصولی شود، هم طالبان انعطاف پذیری بکنه، هم حکومت افغانستان انعطاف پذیری بکنه، بیاین همین طرحهایی را که به خیر مردم افغانستان است، به نفع مردم افغانستان است، بپذیرن تا ما و شما شاهد یک آتش بس سرتاسری در افغانستان. درست. آقای شمسی، نشست انقره و مسکو در رابطه با پروسه صلح افغانستان چی تفاوت‌های خواهد داشت با نشست دوحه؟ خب نشست دوحه نشست بود که از قبل فرض می‌گذاریم بحث روی ازی بود که باید 5000 زندانی طالب رها شود و گفتمان بین الافغانی در دوحه شروع شود، گفتمان صلح بین الافغانی و یک تعداد آیات مشخص بر ابدی حکومت معرفی شدن و آل ممکنه کنفرانسی که در مسکو یا انقره قرار میگیره شاید نوی از این متفاوت تر از او باشه، چهره های سیاسی دهی بره یا اشخاص دیگه معرفی شود یا نماینده حکومت کسی دیگه باشه، اینی تغییرات پیدا میکنه و به صورت مجموع نه اینایی که در مسکو و قطر میرن تصمیم گیرنده عمومی هستن و فیصله کن هستن، یعنی همه چیز فیصله کردن نمیتونن و نه اونایی که قبلا در دوحه بودن، اونا هم صلاحیت دیده نداشتن که باید همه چیز فیصله کن. درست. پس صلاحیت برمیگرده به کی آقای شمسی؟ صلاحیت برمیگرده به مردم افغانستان، صلاحیت برمیگرده به خانواده های شهدا، صلاحیت برمیگرده به متضررین، صلاحیت برمیگرده کسانی که خانواده‌هایشان قربانی شدند، از دست دادند، معیوب شدند، مفلوج شدند، بیچاره شدند، حداقل اینا هم باید حق داشته باشند که تا در تصمیم گیری های کلانی که چه نوع سال در افغانستان میآید، آیا واقعا باز با خون شهدا و معیوبین و معلولین معامله میشه یا نه عزت و اقتدار از اینا پابرجا است، منافع ملی پابرجا است، آزادی ها پابرجا است، اینی تو صلاحیت اینی مردم. درست. آقای شمسی، در اخیر نظرتان هم می داشته باشیم، آنچنان شما در اوایل حرفایتان یادآوری کردین که تا حال نه اجماعی منطقه‌ای ملی و هیچ اجماعی سیاسی هم در داخل کشور وجود نداره و اجماعی منطقه‌ای هم به وجود نیامده، چی باید چه که همین پروسه جان بگیره به یک رای حل برسیم؟ حکومت کدام سیاست باید اتخاذ کنه؟ اینه خب ما نزدیک به یک سال از قبل از اینکه نو به دوحه برن نظریات خود شریک ساختیم و برای اینا طرح دادیم، برنامه دادیم که اینا باید چی کار بکنن، راههای کدام راهها را اینا پیش ببرن تا به یک نتیجه برسن، ولی متاسفانه در افغانستان یک حالتی آمده، حالات چند نفر سالاری، یعنی فقط تمام مردم افغانستان اونمو در اوایل حکومت که 4 نفر با عنوان نماینده قوم ظهور کردن و آمدن و امروز میلیونر شدن و صاحب همه چیز شدن، اونم اونا هم تصمیم میگیرن، هم صلاحیت در دست از اوناست، اگر اشتباه میکنن اونم اونا میکنن، اگر صحیح هم میکنن، من فکر میکنم که به آرای مردم مراجعه شود، با تمام مردم صحبت شود،
از نخبگان افغانستان، از شخصیت‌های سیاسی افغانستان، از زنان، فعالان مدنی، فعالان سیاسی کمک گرفته شود، یک مجمع ساخته شود، نظریات از اینا را بگیرند و در راستای روشنی نظریات از اینا میتونند که به نتیجه اجماع ملی و اجماع منطقوی دست پیدا بکنند. اینا کمی که فشار آمدن، اونمو چند نفر آدرسایی که گاهی یک آدم اینا تبیید میکنن، گاهی یک آدم از طیاره بالا میکنن، گاهی از طیاره پس میندازن، گاهی اینمی چه اینا فکر میکنن که گاهی مشاور میسازن، گاهی خانه‌نشین میسازن. اینمی چند نفری که از فکر میکنن که تمام افغانستان در آینه اینمی چند نفر است، اگر اینمی چند نفر با دولت بود، یعنی همه چیز جور است، صحیح است، دولت به حال خود است، مگر اینمی چند نفر از دولت دور رفت، دولت از بین میره. در حال کتو نیست. امروز همه مردم افغانستان شعور سیاسی دارند، از دانش بالا برخوردار هستند، دستشان هم به جامعه جهانی میرسه، هم به میدیا میرسه، هم به رسانه ها میرسه. بهتر است که نظریات اکثریت مردم افغانستان چه در سطوح بالا هستند، چه در سطوح پایان هستند و چه در سطح علمی کلان قرار دارند یا در سطح علمی پایان قرار دارند، نظر از اینا را بگیرند. در روشنی افکار و نظریات از اینا میتونند پیش برند و طبعا نتیجه مثبت هم در پی داره، چون نظر مردم است. با نظر احاد مردم نه جامعه جهانی، نه طالب، نه آمریکا، نه کسی دیگه مخالفت کرده می. حالا خود نظر چند نفر است، چند نفر محدود. بله، تشکر، سلامت باشین، سپاس از حضورتان در برنامه آقای شمسی، ممنونتان.